بچه سلام، حالتون چطوره؟ اینی که دست من میبینی رو باید براتون آشنا باشه، تکمیلی اسید فرمی که امروز یکم اردی بهشته و اومدیم به تمام کندوها داروی کنه بزنیم. اگه اونایی کنه کشی نکردن مجبورن که اسید فرمیک رو استفاده کنن. من تنها روشی که میتونم پیشنهاد کنم اسید فرمیک تو این هوا که مثلا 25-6 درجه است، چون که اسید فرمیک یه فرمولی داره که یه محدودیت هایی داره، تا از 12 درجه تا 30 درجه بخار میشه و اگه بالاتر از 30 درجه باشه سریع بخار میشه و ملک خوشی انجام میشه، اگه کمتر از 12 درجه باشه بخار نمیشه. پس بهترین روش همین اسید فرمیکه برای این فصل، فصل بهار. اگه میخواییم براشون کنه کشی کنید، من پیشنهاد نمی کنم که حتما این کار رو کنید، ولی اگه میخواییم پنیر کنه کشی کنید، یکی از راه های عالیه روی کندو تست کنید، بعدا بریم برای همه کندواتون بذاریم. من روی دونه کندو تست کردم، بعدش میخواییم برای همه کندوها بذاریم. امروز اومدیم برای همه کندوها بذاریم. یه دونه از این ظرفا یه بار مصرف، توش پنبه میریزیم، پنبه میذاریم، خیلی ریلکس یه دونه پنبه میذاریم توش، میذاریم بالای کندو. بچه ها برای کندوهای کفاس که روش مشما داره خیلی سخت داستان، من میام اینو بین قاب و چی میذارم، چون که باید اسید فرمیک بالا باشه، سنگینه میره پایین. این کندو کفازه، کفشو میبندم بهتون نشون میدم، کفشو میبندم برای اینکه توی کندوهای کفاز بذارین. اینو باید بالا بذارین و اسید 30 درصد، نگاه کن این الان 60 میلی گرم اسیده، من 30 میلی گرم براش میریزم. خیلی راحت ریلکس رو این پنبه ها میریزم تا 30 میلی گرم اسید. این هم اسید، این 30 میلی گرم اسید، 30 میلی گرم شو ریختم تو این، درشو میبندم. بچه ها یه پیشی بگم، نگران نباشید یه وقت شربت ندیم بهشون، تا 3 تا 4 روز اصلا احتیاج به شربت ندارن، شاید میاد اصلا به شربت احتیاج ندارن. نباید تغذیه کنین، درشو باز نکنین، فقط ببندین. و یه چیز دیگه میخواستم بگم که خیلی مهمه، اینه که کفی کندوه کفازم باید بذارین. اگه اسید حدود 80 درصد دارین یا مثلا 99 درصد دارین، شما باید اونو تبدیلش کنین به 65 درصد. چجوری اینه 65 درصد تو درست میکنین؟ یه اسید 99 درصد داریم، 650 سیسی شو میریزیم داخل یه دونه ظرف 1 لیتری. خب اینجوری سخته، یه ظرف 1 لیتری داریم که 99 درصد توش اسیده، 350 میلی گرمشو ور میداریم، این 65 درصد میمونه. 65 درصد یعنی 650 میلی گرم میمونه، بقیهش آب جوشیده میریزیم تا 1 لیتر، این میشه 65 درصد. اگه برای کفاز میخوایم بدین 80 درصد هم حتی میتونیم بزنیم، ولی کفیشو دیگه نذاریم. خب این نکته تکمیلی بودی که باید میگفت. حالا برای کفیا، بچه‌ها یکی از راههایی که میتونیم برای کفیا، برای اینکه میخوایم بزنیم بفهمیم کنه میریزه، اینه یه ذره روغن ور میداریم، روغن، یه ذره روغن دست میزنیم، میمالیم به کف اختصان برید، میمالیم به کف اینا، خیلی لکس کف اینا که کنا میفتن به این بچسبن، شما ببینینش، فقط همین، به خاطر همین دست ما میز کوچولو برید، به خاطر که این آهنه، سعی کنه از سلا استفاده کنی و آهنا رو درست کنی. این کامل به این روغم میزنین که اگه کنه افتاد میفته روین و میمیره همونجا، ایست میکنه و نمیتونه حرکت کنه، یعنی اگه خشک باشه کنه رو حرکت میکنه میفته پایین و شما کنه ریزی رو نمیبینید. این باعث میشه که تست بگیریم ببینین کنه میریزه یا نه. همین، بازم داریم الان میریم برای بقیه هم میزنیم، برای یه دونه کفبسته هم میذاریم، من دستم بریدم، میریم برای یه کفبسته هم میذاریم که ببینین چجوری میشه. بچه ها میریم که یه دونه دیگه آماده کردم، میریم که برای یه دونه کفبسته هم بذاریم. یه نکته ای بگم، من با اسید فرمیک خیلی رابطه خوبی دارم، چون که داروی بسیار ارگانیک و خیلی عالیه، موندن رو عسل هم نداره، یعنی ماندگاری روی عسل هم نداره و خیلی عالیه. ولی میخواستم بگم که بچه اگه 3 قاب 4 قاب زنبور دارین براش نذارین، از 3 قاب 4 قاب به بالا بذارین، امکان داره 3 قاب 4 قاب ملکه کشی انجام بشه توش. مثلا من الان برای این میخوام بذارم این
سی 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 اسید فرمیک داخل این. امکان داره برش ملک کشی پیش بیاد، من میخوام یه قابو بزنم کنار. فکر نکنم جا بشه که یه قابو بزنیم کنار اینو بذاریم. به نظر میشه اینجا میذارم، چون که یه دلیل دارم. این که امکان داره اینجا بذارین این قاب، این یعنی این در بیاد بچسته بهش و نذاره بخار بشه. برای هم میگم یه ذره فاصله بدیم بذاریم پایین تر، مثلا اینجوری باشه، اینجا یه ذره پایین تره نسبت به این قابا، باز میشه که بخار بشه راحت بره تمام کندو رو بگیره. با کندوهای ضعیفتون به هیچ عنوان اسید فرمیک نزنین، خطرناکه. اگه میخواییم بزنین خیلی مقدار کمی، 10% مثلا، منظور 10 سی سی، اینا 20 سی سی. تمام، اینم از اسید فرمیک. نکاتشو همه رو گفتم، اسید فرمیک فوق‌العاده است. به نظر من توی این فصل بهترینه. از نوارها پرهیز کنین، نوارهایی که برای کندوها میخواییم بزنین خیلی کار خطرناکیه. من پارسال این کار کردم به بلاشتباه، یعنی یه جایی یه حرفی شد، من باعث شد که من برم سمت نوارها به خاطر رطوبت این شمال و داروهایی مثل آبکی که ندیم به کندوها. من رفتم سمت نوارها چون خوشگن، برای رطوبت این رامسر خوبه، شمال خوبه. من رفتم سمت نوارها و نوارها خسارت جبران ناپذیری به من زد. پس من علاقه بیش از حد به این پیدا کردم که برم به سمت اسید فرمیک. اسید فرمیک تو تابستونم امتحان کردم، فوق‌العاده بود. به شما هم توصیه میکنم حتما رو یک کندو تست کنین، بعدن رو بقیه کندوها بذارین که ببینین این کندو رفتار چجوریه. تا 4 روز نمیخواد در رو باز کنین، 3 روز در رو نمیخواد باز کنین، 4 روز چهارمین روز بهش شربت میتونین بدین. و اگه خیلی آلوده است که یه بار دیگه شارژش کنین که مثلا یه 4 روز دیگه هم کنکشی انجام میشه. اگه خیلی آلوده است، اگه مثل کندوهای ما که آلودگی نداره اون به اون صورت و برای پیشگیریه، همون 4 روز 3 روز کافیه و میتونه کنار رو از بین ببره. خیلی مخلصیم.